فرستادگان الهی وجود و رسالت پیغمبران محکمترین دلیل در مسئله اثبات وجود خدا اند. آنچه اکثریت مردم دنیا به آن باور دارند و مراجع معتبر دنیا بر آن سهم می‌گذارند این است که پیامبران بهترین و نیکوترین مردمان عصر خود بودند. به عنوان مثال نظر شماره از دانشمندان و مردان خرد را در مورد آخرین پیامبر الهی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان می‌کنیم. شخص پیامبر اسلام سزاوار همه گونه احترام و اکرام می باشد. شریعت پیامبر اسلام به علت توافق آن با عقل و حکمت در آینده عالمگیر خواهد شد. جالب است بدانید که بهترین کسی که امروزه بدون هیچ چون و چرایی در قلب میلیون ها انسان جا گرفته محمد است. از اینجا من متقاعد شدم که این شمشیر نبود که در آن روزها مردم را تسلیم اسلام کرد. محمد سخت ساده‌زیست بود. مثل دیگر پیامبران متقی بود و شدت امانتدار بود. از خودگذشتگی شدید نسبت به دوستان و پیروان، جسارت، بیباکی و توکل مطلق به خدا در رسالت شخصی از ویژگی های محمد بود. قبل از این ویژگی ها او به هیچ وجه از شمشیر برای برداشتن سدهای جلوی راه خود استفاده نمی کرد. حیات شخص پیامبر اسلام به نوبه خود نشانه و سرمشق بارزی برای رد فلسفه عنف و اجبار در امر مذهب می باشد. مذهبی که پیامبر اسلام تبلیغ می‌کرد با واسطه سادگی و راستی و درستی آن و دارا بودن طعم دموکراسی و برابری مورد استقبال توده‌های کشورهای مجاور شد. اگرچه ما به ادیان آسمانی عقیده نداریم ولی آیین محمد و تعالیم او دو نمونه اجتماعی برای زندگی بشریت است. بنابراین اعتراف می‌کنم که ظهور دین او و احکام خردمندانش بزرگ و با ارزش می باشد و به همین جهت از پذیرش تعالیم محمد بی نیاز نیستیم. اسلام تنها دین است که هر بشر شرافتمند می تواند به داشتن آن افتخار ورزد. تنها دین است که من دریافتم و بارها گفتم که آنچه از سر خلقت آگاه است و با راز آفرینش آشنا و همه جا با تمدن همراه است دین اسلام می باشد. قرآن ما را مجذوب می کند و شگفت می آورد و سرانجام به تعظیم و احترام برمی انگیزد. اگر به میزان اثر این مرد بزرگ در مردم بسنجیم باید بگوییم که محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ انسانی است. وی در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از فرد گرایی، هوا و خشکی، صحرا و تاریکی افتاده بود اوج دهد. در این زمینه توفیقی یافت که از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. کمتر کسی را جز او میتوان یافت که همه آرزوهای خود را در راه دین انجام داده باشد. زیرا بدین اعتقاد داشت محمد از قبایل بت‌پرست و پراگنده در صحرا امت واحد به وجود آورد. برتر و بالاتر از دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان آیین ساده و دین روشن و نیرومند با معنویات که اساس آن شجاعت قومی بود پدید آورد که در طی یک نسل در یک صد معرکه نظامی پیروز شد و در مدت یک قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور به وجود آورد و در روزگار ما نیروی مهمی است که بر یک نیمه جهان نفوذ دارد. پیشتر هم پیامبر صرف جلوگیری از برخوردهای وحشیانه گردید، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح گرفته شده است. حضرت محمد مرد جهان بود ولی یک صلح طلب واقعی هم بود، زیرا جان و اعتقاد نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد. او به جای خونریزی و قتل عام در فکر مذاکره و صلح بود. آگاهی از داستان واقعی زندگی محمد در این مقطع خطرناک تاریخ بشری لازم است و نباید اجازه داد که متعصبین خیره سر با تحریف زندگی پیامبر و نفع خود از آن استفاده کنند. انسان غربی معاصر در داستان زندگی آن حضرت مسائل بسیار مهمتر را برای هدایت خود در این دنیای متغیر باید بیاموزد. مسیح با خلق فراگیر خود و محمد با دعوت عام خیش انبیای بودند که پیروان آنان مرز زبان و نژاد و رنگ و خون و خوی را درنوردیدند و جهان را موحد ساختند. حال می‌خواهیم از تک تک شماهایی که به این باورید خدای وجود ندارد بپرسیم. چرا تمام پیامبران در نهایت کمال و اخلاقی که داشتند مردم را به خداپرستی دعوت می‌کردند؟ چرا اساس دعوت تمام پیامبران الهی را توحید تشکیل می‌دهد؟ چرا با آنکه آنها به القاب چون امین و صادق معروف بودند
هرگز نخواستند پاداشی از مردم در قبال رهنمایی آنها بگیرند، چرا رسالت تمام پیامبران یکسان بوده است، چرا همه آنها به عذاب و اجر برای اعمال انسان وعده دادند، چرا همه به معاد باورمند بودند و بشریت را به آن دعوت می کردند. این نماینگر رسالت برحق آنها بوده است و خود بزرگترین دلیل است بر رد خدا ناباوری و تصدیق اعتقاد به خدا.